پدر، برادر، کتابم روی خاک است، وجودم زخم خورده چاک چاک است. گناهم جز الفبای هنر نیست، زمین از خون پاکم پاک پاک است. اساس زندگی شوریده از هم، سر از پیکر ببین ببریده از هم. ز خونم روی دیوار مشک بنویس، چرا انسانیت پاشیده از هم. کتابم برگ برگ روی زمین است، قلمدان و قلم با خون قرین است. درون بیک من پر از کتاب بین، گناه و جرم من فقط همین است. بپرسید از چه ما را سر بریدن، گهی محروم گهی در خون کشیدن. خون مظلوم زند روز شراره، بود تاجیک و پشتون یا هزاره. کتابم را نشانی کن پدر جان، شود روزی که برگردم دوباره. شود روزی که برگردم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان. بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، شاعران محبوب، نویسندگان ارجمند و هنربدستان گرامی، سلام گرم و ارادت و تحیت ما را نیز پذیرا باشید. امیدوارم در هر گوشه ای از دنیا قرار دارین لباس عافیت، تندرستی و سلامتی بر تن داشته و از گزند بعد روزگار در امان باشید. خدای بزرگ و مهربان را نهایت شاکر و سپاسگزاریم که توفیق را رفیق بنده ساخت. بعد از یک مدت وقفه ای که در برنامه خوب و ارزشمند نیستان ایجاد شده بود، دوباره در خدمت شما عزیزان بیننده و شاعران، ادیبان، نویسندگان و خلاقان هنر قرار بگیریم. شاعران با سرودن اشعار نغز و پرمفهومشان و با انتخاب نمودن کلمات دقیق و ظریفشان تمام خوبی‌ها و بدی‌های جامعه را به بهترین شکل ممکن نقاشی نموده و در بین جوامع بشری به نمایش می‌گذارند. این شاعران است که درد و رنج مردم را در قالب شعرهایی که می‌سرایند برای جامعه بازتاب می‌دهند. این شاعران است که فرهنگ ادبی یک جامعه را در قالب اشعار و معرفی می‌گیرد. در برنامه ادبی هنری نیستان، ضمن معرفی این چهره‌های درخشان و با استعداد، درباره شخصیت‌ها و ویژگی‌های شاعر، ادیب و نویسنده و همچنین درباره ماهیت و چیستی شعر و هنر با شاعران، نویسندگان و هنربدستان بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. شعری را که در ابتدای برنامه تقدیم حضور شما عزیزان بیننده نمودیم، یکی از سروده‌های شاعر خوب و فعال میهن عزیزمان افغانستان، جناب استاد محمد علی عظیمی صفا بود. محمد علی عظیمی صفا در سال 1360 در ولایت میدان وردک، ولسوالی حصه دوم بهسود، دیده به جهان گشود. بعد از سپری نمودن آزمون سراسری کانکور در رشته ادبیات زبان دری در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان پذیرفته شد و دو سال در آنجا در رشته ادبیات تحصیل نمود. همزمان با خواندن رشته ادبیات، چون علاقه شعری که داشت به سرودن اشعار در قالب‌های مثنوی، غزل، دو بیتی و سرودن شعر پرداخت. استاد عظیمی 3 اثر دارد که یک اثرشان تحت عنوان شبنم در باغچه در حدود 120 صفحه در سال 1400 به زیور چاپ درآمد و در خدمت شما عزیزان بیننده، شاعران و علاقمندان شعر و ادب قرار گرفت. و 2 عنوان کتاب دیگر در دستکار است که انشاءالله در فرصتهای بعدی در خدمت علاقمندان شعر و ادب قرار خواهیم گرفت. استاد عظیمی ضمن سرودن شعر و خواندن رشته ادبیات زبان دری در بخش‌های مختلف مدارج علمی را به اتمام رسانیده است
استاد عظیمی سطح علوم دینی را در حوزه های علمیه کابل به اتمام رسانیده است و ضمن اتمام رسانیدن درس علمی حوزوی در حوزات کابل لیسانس حقوق عمومی را خوانده و همچنین در مقطع ماستری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی نیز فارغ شده است. استاد عظیمی مدت 4 سال مدیر مسئول یکی از نشریات در کابل بوده، حدود 1 سال خبرنگار در یکی از رادیوهای بیرون مرزی در بامیان در اواخر حزب وحدت افای وظیفه نمودند و همچنین ناگفته نماند جناب استاد عظیمی شخصیت فعال مدت 15 سال تجربه تدریس را در مکاتب و مدارس دارد که در خدمت نوجوانان و نونهالان وطن با آموزش و پرورش پرداخته است و فعلا هم این شغل مقدس معلمی را ایفا می کند. خیلی خوشحالیم جناب استاد، عرض سلام و ادب داریم به معذر شما، خیلی لطف کردین، دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه خوب ادبی هنری نیستان تشریف آوردین. حضور شما را خیر مقدم عرض می کنیم. جناب استاد، از شما با سوالات انشاءالله می پرسیم. یک بررسی اجمالی درباره شاعران و رویکردی که فعلا وجود دارد و جایگاه یک شاعر و ارزش شاعر را در بین جامعه، چون شما هم تجربه استادی دارید هم چون در حوزه درس خواندید، با مردم و اقشار مختلف جامعه سر و کار داشتید، لذا یک بررسی اجمالی داشته باشیم که شاعران از چه جایگاهی برخوردار است. تشکر جناب آقای مهدیار. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دستاندرکاران خوبی شما در برنامه خوبی ادبی نیستان، که از این طریق یک انگیزه تشویق گرایانه ای را شما در بین شعرا و ادبا ایجاد میکنید. سلامت باشید. و همچنان از همین طریق و از همین دریچه سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی دوستانی که ما را از طریق بیننده هست و خصوصا دوستانی که ادیب هست و در راه شعر و داستان سرایی و بعضی بخش های ادبی دیگر ایفای وظیفه میکند، ما سلام تقدیم میکنم. انشاءالله که در هر گوشه و کنار دنیا که باشد موفق باشد و در کارهای فرهنگی و ادبی ایشان انشاءالله که پیروز باشه. موفق باشین جناب استاد. سلامت. جناب آقای مهدیار، در قسمت شعر و شاعری البته در هر کشور جایگاه خود داره، منتها در کشور ما افغانستان دیگه تا او حد داره که یک شاعر یا یک ادیب تلاش میکنه که در مسیر تهیه و تنظیم شعر و یا سرودن شعر و یا مثلا بخشای از داستان نا بپردازه و تشویق شوه و امو در این مسیر یک کمی مورد تشویق قرار بگیرد، ما خیلی برجسته نمیبینیم. به این لحاظ ما داریم البته در بخشای مختلف، ما خودم که در همین مقاطع مختلف با بچه ها هستم، در بین بچه ها شاعر هست، داستان سرا هست، نویسنده هست، و به خاطر که تشویق نمی شود و به خاطر که اینها مورد مشوق دوستا و بزرگان قرار نمی گیرد و هیچ گونه امتیازی برای شعرشان، برای داستان سراییشان و برای نویسندگیشان وجود نداره، باز دل سرد می شود، خسته می شود، یا اصلا ترک میکنه، رها میکنه، یا اینکه یگان پارچه هایی را که می سراید امون رقم در لابلای کاغذ پاره ها در گوشه و کنج خانه و لای کتاب ها میمانه، که خیلی از دوستا گاهن با ما تماس میگیره یا با ما، چون ما به عنوان همکار یا استاد با دوستا هستم، اونها میارش اشعارشان را که اینا را شما نقد کنین، اینا را شما دفعه بخوانین، یک بررسی بکنین، میگم چقدر از این سروده چقدر داری، میگن 50 مثلا عنوان، 60 عنوان، 40 عنوان دارم، بعد میگیم چرا در چاپ اینا، مگه نیست دیگه، امکانات نیست که ما چاپ کنیم و دسترسی به چاپ نداره، دسترسی به کسی که تشویق کنه نداره. پس وضعیت شعر و ادب ما در این کشور در افغانستان
این خیلی قابل قبول نیست. در واقع استعدادشناسی نمیشه. نمیشه. بله. بله. وقت زمانی مشخصی که استعدادها باید رشد داده شوه و پرورش داده شوه و در مکان اکادمیک بالای اینا کار شوه. بله. لذا بله. شما به عنوان یک معلم و استاد این آسیب رو پیدا کردین که این استعدادها باید در وقت شناخته شوه و تعریف شوه و اینا تشویق شوه تا اون اشعار را که می سراین با مشوق علاقه و انگیزی که برایشان ایجاد کرده اون را باید به شکل خوب بنویسن. بله بله. خیلی ممنون جناب استاد. واقعا که درد جامعه ما یک درد نیست، لذا هر بخش یک مشکل خود را دارد، خصوص در بخش ادبیات که بله. خیلی از جایگاه مهمی برخوردار است. خود ماهیت شعر و حقیقت شعر چیست؟ شما تا هنوز تحقیقی دارین و اشعار را که سرودین در بین شعرا آیا تعریف واحدی از شعر وجود داره یا هر کس شعر را به ذوق و سلیقه خود و استعدادی که خدا برش داده سروده؟ اینجا چی هست؟ البته ببینیم امو گونه‌ای که در جامعه باید یک گفتگوی وجود داشته باشد که از طریق گفتگو افهام و تفاهم صورت بگیره و اجرای اهداف صورت بگیره. باز امور رقمی که یکی نثر است، در قالب نثر است که عامه مردم میتوانه که از بهره داشته باشند و مورد گفتگو قرار بگیره و حل مطلب و هدف کند. و یکی از راه ها و روش هایی که برای گفتگو وجود دارد یا اهداف ذهنی خود را کسی بتواند که در جامعه را پخش کند و به معرض گفت و شنود قرار بدهد همین شعر است. و برای از اینکه در قالب نثر همگان میتونه گفتگو بکنه و مطالب خود را بررسی بکنه، اما در قالب شعر کمتر کسانی هست که میتواند. این یک استعداد خاص میخواهد که کسی بتونه در قالب وزن و قافیه کلماتش را تنظیم بکنه و بعد او را در معرض گفتار در بیرون پخش بکنه. دقیقا تأثیر شعر یا اثر بخشی شعر نسبت به نثر قطعا بیشتره. به همین لحاظ که شعر امو ساخته های ذهنی کسی هست که استعداد را باید داشته باشه. برای اینه که این استعداد را شناسایی کنه، پرورش بده، این نیاز به یک مکان خاصی داره یا این استعداد خدادادیه که در وجود بعضی از شخصیت ها دیده میشه، یا نیاز به کسب یک علم خاص است تا آری که درد یک جامعه را بیان میکنه بوده باشه؟ البته یک چیز عرض کنم که خدمت شما که یک رنگ، یک صبغه از استعداد شاعرانه باید در وجود خود شخص وجود داشته باشه و بعد میتونه در اثر مطالعه، در اثر آموزش، در اثر تمرین و ممارست اینها بتونه که همی استعداد خود پرورش بدهد. بله. بعد خیلی کسا هست که حتی سواد هم نداره. ما تجربه کردیم، دیدیم دیگه، خیلی کسا را سواد نداره اما استعداد شعری را داره. ما نمونه های زیادی هم داشتیم در این دوره ها، با خیلی هم بر میخوریم. اون تو بخاطر که سواد نداره و شعر میسرایه و چون کلمات ادبی خیلی را نمیفهمه و شعرشون یک مقدار ساده تره. یک شاعر باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا که اشعاری از او هم قریحه داشته باشه و هم از مفهوم بالای علمی و اجتماعی برخوردار باشه؟ شاعر باید یک مقدار خوب از نظر علمی، اگر گفتم عرض کردم که اگر یک آدمی که سواد نداشته باشد، از سواد بهره مند نباشد، اون میتونه شعر بساره اما شعرش خیلی جذاب نمیباشد. و علم، دانش، اما حرف اول را برای تهیه و تنظیم شعر میزنه که یک کسی که اگر بخواه یک شعری بسراید که او شعرش در جامعه جا بیفتد،
و انعکاس دهنده بعضی مشکلات جامعه باشد یا انعکاس دهنده ذهنیت های خلاقی یک فرد باشد، او باید یک مقدار از علم و دانش و اینا هم قطعا بهره‌مند باشد. بسیار عالی، استفاده کردیم جناب استاد از جواب های متقن شما. بیایم درباره خود شما صحبت بکنیم. شما تا هنوز در کدام قالب ها شعر سروده این؟ چون در بیوگرافی شما خواندیم که در قالب مثنوی، غزل و رباعی شعر سرودین، آیا قالب های دیگه ای هم سرودین؟ خدمت شما عرض شده که من سالهای خیلی وقت، شاید در حدود 10-12 سالگی ما به شعر گفتن علاقه من بودیم و در منطقه زندگی میکردیم که در اون منطقه دیگه نه مدرسه درست بود، نه مکتب درست بود و نه استاد درستی بود و نه رهنمایی درستی بود که با ما رو رهنمایی میکرد و ما شعر میسرودیم و او ما رو نقد میکرد کاری میشدیم. به هر حال ما از اون زمانا که پارچه های شعر را میسرودم در ورقا مینوشتم، مخصوصا در مراسم و محافلی که ایجاد میشود ما برنامه های اعلان سری و اینا را هم میتونم با جرأت پیش ببرم. از اون زمان میتونستم پیش ببرم و بعد خیلی شعرها رو متناسب با مو شرایطش، با مو زمانش ما خودم می سرودم. خب باز میان برنامه های مجریگری که نیاز بود در مجالس ما از با خودم استفاده میکردم. بعد او زمان نه امو فکر اندیشه برای ما بود که من شعرها رو جمع کنم و نه کسی بود که مرا تشویق کنه که برای جمع آوری از اشعار. خوب همین رقمی میماند روی کاغذ پاره ها، بالاخره یک وقتی از بین میرفت. عجب. دیگه یک مدت را هم بامیان بودم، در اونجا شعر میگفتم و بعد هم کاغذ پاره های دیگه همونجا جمع شده بود و اشعار مختلف را مسرودم. اشعاری که مسرودم قسمتش اشعار مثنوی هست و هم در قالب غزل هست و هم در قالب حتی من کتاب خدمت شما اینجا دارم، در اینجا انواع مختلفی از شعرها وجود داره. خب پراگنده هست دیگه، یعنی یک شعری به یک روش به یک قالب در کتاب وجود نداره. حتی شعر سفید هم یک دو تا شعر در اینجا وجود داره. میشه یک دکلمه داشته باشیم از شما بشنویم در کدام قالب شعر دارین که برای بینندگان و شنوندگان محترم یک دکلمه کنین؟ گفتم که در حقیقت من نام از کتاب شبنم در باغچه ماندم و یه باید کشکولی در باغچه باشه. عجب. چون اشعاری مختلف از نگاه قالب در اینجا وجود داره دیگه. حالا هم همی انتخاب شعر ما به نظر شما میگذارم، اگر چون شعری هزارگی، این به لهجه هزارگی هم ما داریم در اینجا و شعری مثنوی هم داریم و غزل هم داریم. اگر شما یک غزل اگر تقدیم بینندگان کنین خیلی ممنون میشیم. شعر است اینجا، عنوانش فراق است. فراق ابرویت کرده نواخانم نواخانم، سراپا عذر می جویم مرنجانم مرنجانم، همینجا زار می گریم قدم های تو می پویم، به این چشمان اشکالود پریشانم پریشانم، به عمر جستجو کردم به جای دیدنت اینک، به دست رهزنان افتاد گریبانم گریبانم، فراقت برده هوشم را به دل وصل تو را دارم، کنون با این همه آزار پشیمانم پشیمانم. الهی الهی من به کی نالم که این یارم جفاکار است، به دست خیش پیچیده دو زلفانم دو زلفانم، صدایم نشنود یارب مسلمانی در این وادی، قدم هر جا نهادم در بیابانم بیابانم، مرا از عاشقی پرهیز اگر عمر بود باقی، به عزلت عشق خون ریزم ز چشمانم ز چشمانم. علت این شعر سرودی و مناسبتش چی بوده جناب استاد؟ چون در اینجا
میشه که از منظر عرفانی هم صحبت بکنیم، از طرف دیگه شرایط و درد یک اجتماع هم به نمایش گذاشته. و اینی که شما سرودین این اشعار را با چی مناسبت بوده جناب استاد؟ گرچه شعر در زمان وقت سرودن ما تاریخش هم در اینجا زدیم در بهار 1389 سروده شده. عجب، تقریبا 12-13 سال. آره، دو دوره سابق سروده شده. خب گاهن یک دردهای یک وضعیتهای برای یک شاعر پیش می آید و بیشتر هم اشعاری که سروده میشه هم بر اساس یگان پیش آمد، یگان حادثه، یگان واقعی پیش میاد که من هم حالا یادم دقیقا نمانده که او دوره چی حادثه، چی فشاری، چی مشکلی بوده که من ایره سرودیم. بسیار عالی. جناب استاد، چون شما هم شعر سرودین، هم تدریس کردین، هم رشته ادبیات رو خواندیم، در بیوگرافی و زندگی شما میبینیم که شما در رشته های دیگر هم تحصیل کردین. آیا به نظر شما اگر به جای رشته حقوق خواندین در مقطع ماستری و پایان نامه دفاع کردین، اگر می آمدین تمرکز می کردین روی همین رشته ادبیات، امروز ادبیات فارسی آیا به یک شخصیت متخصص تر از این نداشت که شما اگر در جایگاه حقوق نشستین و حقوق را خواندین ادبیات را می خواندین؟ گرچن من همون زمانی که در دارالمعلمین کامیاب شدم، چون در دارالمعلمین هم رشته های مختلف وجود داره، عجب. ریاضی هست، فیزیک هست، کیمیا هست، ادبیات دری هست. من به خاطر که علاقه مندی من به ادبیات دری بیشتر بود، حتی چون تجربه رفته این دانشگاه و اینا رو هم نداشتم، در اون زمانی که رفتم اونجا یک فرمت توضیح کرد که شما خانه پوری کنین برای انتخاب رشته کنید. حتی من از خیلی از دوستا پرسیدم که من چیکار کنم، چون من در ریاضی خیلی سلیقه هم نداشتم، نمیفهمیدم. بعد پرسیدم که در اینجا اگر ما و شما آمدیم یا فرمه گرفتیم، من شخصا خودم مشوره میگیرم که من چی انتخاب کنم، آیا رشته رو انتخاب کنم که یک مقدار میدانم یا انتخاب کنم رشته رو که نمیدانم چیکار کنم. بعد دوستان مشوره داد، گفت که امو علاقه خودت مهمه. آجا. و دیگه یکی اگر امو رشته ای که شما اینجا انتخاب بکنین که میفهمید یک مقدار، او بیشتر بر شما خوب تره، به خاطر که هم درجه نمره شما بالا میره و هم اینجا موفق میشین این رقمی. بعد اونجا هم که رفت ما انتخاب کردیم و در دوره ای که ما اونجا درس میخوندیم، اگر کدام سمینار یا کدام دکلمه چیزی اینجا از طرف استادا به ما دستور داده میشد که ما اجرا بکنیم، ارائه بکنیم، من خیلی موفق بودم. به محضی که من دکلمه را میخوندم، دیگه استاد صد تا آفرین و چیزا تشویق میکرد مرا. دیگه بعد از او من از او فارغ شدم و مقرری خود در معلمی گرفتم، چون روزگار اقتضا نمیکرد باید یک کاری را پیدا میکردم. و امو زمانا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رسمیات پیدا کرده بود و شروع کرده به درس دادن. دیگه من نمیفهمیدم که او زمان دیگه من در دانشگاه میرفتم، ادبیات من میتونستم بخونم یا نخونم، دیگه او فکرم نداشتم. باز در دانشگاه خصوصی رشته ادبیات نبود. نبود. باز من گفتم پیش آمد خوش آمد دیگه. باز به من خاطر حقوق خواندم، بعد هم فرصتی درس خواندن ادبیات برای ما نبود. من تا در مواردی خودم دقت کردیم، مطالعه کردیم ادبیات اینا را. چون وقت برنامه محدود است استاد، سوال زیاد است و پرسش های خیلی زیادی باید از یک شاعر شوه که به خاطر ضیقی وقت در برنامه پیام شما برای بینندگان و عزیزانی که به سرودن شعر پرداختن، یا اینه که چون شما تجربه از دو تا رشته مختلف را دارین، برای کسانی که جدید پذیرش میشه، آیا اون نیاز به یک مشاور داره، یا ای که خودش آنچه که علاقه داره به همون بپردازه، یا ای که چیزی را که خانواده، چون یک مسائلی بسیار اجتماع هست که رشته ای را خود دانشجو یا دانش آموز دوست نداره، اما جبر زمانه یا علاقه پدر و مادری که نسبت به یک موضوع هست، به این خاطر میگه که شما خلاف رشته بخونید. بله. اینا چیه؟ ما پیام شما را در یک جملات مختصر داشته باشیم که من
اول خو پیام به می دوستا است که یک رنگ و بوی از شعر در ذهنشان، در خیالشان، در استعدادشان داره. اینا تلاش بکنه که امی استعداد شاعرانه و ادبیشان را نپوشانه. خب و البته هم به یک تشویقگر نیاز داره که مو خانواده باشه یا بعضی دوستای دیگه ای که در چهار طرف وجود داره اینها رو مشوق باشه که تا امیر مقدار رشد بده، تلاش بکنه، ایرا پرورش بده و بتونه از این عظمی استعداد، استعداد ادبیشون یک چیز را بسازه. و پیام دیگه به دوستایی است که میتونه که مشوق باشه. حالا دو رقم ما مشوق داریم، یک مشوق اینه که امو در یک حضور، در یک جلسه بزرگان ما یک آفرینی، یک امتیازی مادی نه باید به اونا بپردازه. و یکی دیگه هم که امی مسئله چاپ، خب مسئله چاپ کتاب یا چاپ اشعار، حتی ما یک چیره دادم، یک اطلاعیه را در فیسبوک دادم، گفتم دوستایی که شعر داره، یعنی یک پارچه، دو پارچه، اگر زیاد نداشته باشه که خودشان چاپ کنه، اینا رو بفرسته به من که من اینا رو جمع‌آوری کنم در قالب یک کتاب به نام خودشان چاپ کنم. اما اونا فرستادن، ولی حالا امکاناتش نیست، کس نیست که ما رو در زمین مسیر دست ما رو بگیره، خب که ما همین کتاب دوباره به نام بیاریم و اشعارشون رو به نام خودشون چاپ کنیم. بسیار عالی جناب استاد، استفاده کردیم از صحبت های شما، از پیام های خوبی را که داشتین و از درد و رنج جامعه صحبت کردین. بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، این بود برنامه این هفته نیستان که در حضور مهمان عزیز برنامه جناب آقای استاد محمد علی عظیمی صفا قرار داشتیم و همه ما از حضور ایشان مستفید شدیم. تا برنامه دیگری، برنامه ادبی و هنری نیستان، همه شما عزیزان را به خدای پاک و لایزال می سپاریم. وقت شما خوش، بدرود.